انسان کامل نوشته عزیزالدین نصفی، تهیه شده در هستی اوریان، رساله 14، قسمت اول، در بیان دوات. بدان که عالم جبروت یک عالم است، اما این یک عالم را به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلف ذکر کردند و غرض ما در این موضع بیان اسامی جبروت نیست. ای درویش، ماهیات محسوسات، معقولات، مفردات، مرکبات، جواهر و اعراض جمله در عالم جبروت بودند، اما جمله پوشیده و مجمل بودند و نیز از یکدیگر جدا نگشته بودند. از این جهت عالم جبروت را دوات می‌گویند و چنان که عالم کبیر دوات دارد، عالم صغیر هم دوات دارد. دوات عالم صغیر نطفه است، از جهت آنکه هرچه در عالم صغیر موجود شد آن جمله در نطفه موجود بودند، اما جمله پوشیده و مجمل بودند و از یکدیگر جدا نگشته بودند. از این جهت نطفه را دوات عالم صغیر میگویند. ای درویش، چون دوات عالم کبیر و عالم صغیر را دانستی، اکنون بدان که این هر دو دوات کاتب، قلم و لوح با خود دارند و هر دو کاتب کتابت از کسی نیاموختند، کتابت با ذات هر دو کاتب همراه است. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که به دوات عالم کبیر خطاب آمد که بشکاف. به یک طرفت العین بشکافت و دو شاخ شد که و ما امرنا الا واحدتون کلم هن بالبصر. ترجمه: و فرمان ما یکیست و به مانند چشم هم زدنی انجام یابد. آیه 50 سوره قمر. یک شاخ وی عقل اول شد که قلم خداست و یک شاخ وی فلک اول گشت که عرش خداست. ای درویش، دوات دریای کل بود، از جهت آنکه جامع صافی و زر بود و شامل محسوس و معقول بود. چون بشکافت به دو شاخ شد، یک شاخ وی عقل اول شد که قلم خداست و یک شاخ وی فلک اول گشت که عرش خداست. اکنون عقل اول که قلم خداست خاص شد مرصافی و معقول را و فلک اول که عرش خداست خاص گشت مرزروی و محسوس را و عرش خدای لوح عالم کبیر است.